La ilaha illallah. 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 بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی نهایت بخشنده و مهربان و با حمد و سبحان و سپاس از خالق یکتا. پروردگارا ما منادی را شنیده ایم که به ایمان فرا می خواند و اعلام می دارد. به پروردگارتان ایمان آورید و ما ایمان آورندگانیم. رب ما، خالق ما، خطاهای ما را بر ما ببخشای و از گناهان ما درگذر و اجازه بفرما به عنوان مؤمنان پرهیزگار چشم از جهان فرو بندیم. انشاءالله. با عرض سلام و احترام و قدردانی از شما عزیزان بیننده کلام حق و سپاسگزاری از اهمیت شما، حمایت شما از کتاب قانون رب العالمین در محتوای آنچه که به اذن الله هر هفته خداوند اجازه میده تقدیم حضورتون بکنم. نازنینان مهربانم، اگر خاطرتون باشه هفته گذشته با اجازه خدا سعی کردم به زندگی پیام‌آوری که بیش از 136 بار از نامش در کلام الله مجید یاد شده اشاره داشته باشم که زندگی این پیام‌آور خدا به دلیل کنش و واکنش های او با جامعه زمان خودش از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و همچنین درس هایی عبرت آموز زیادی داره توش که بنابر آیات مبارکه قرآن که مقداری صحبتش رو کردم و در ادامه به صحبت های خودم بر تربیت و پرورش یک فرد عبری که در دربار مصری و سپس آگاهی او به این که با کنترل دقیق الهی از مادرش گرفته میشه و در دربار مصر جایگزینش میکنن. به لحاظ اهمیت در حوزه ایمان آورندگان به پیام خالق یکتا، ایجاد یک رابطه شخصی که کم و بیش با خیلی از سیاست‌های اخلاقی و سیاسی و اقتصادی آشنا میشه در دربار فرعون و این تجربه ها را به زمینه کار رسالت خودش میتونه بگردونه، خداوند اونو در این مسیر و بستر قرار میده و من به آیات بسیاری اشاره کردم و میکنم که میتوانم یکی از شاخصه های بسیار معتبره اون آموزنده ها رو یکی برای خود موسی نبی بوده که بتونه بر ترس خودش غلبه بکنه با پشتوانه به گفته هایی که رب العالمین بهش وحی کرد. یکی از این صحبت های بسیار ارزشمندی که در قرآن ازش اسم برده شده، خداوند عظیم و شأن میفرمایند که موسی من تو را فقط برای خودم ساختم. سبحان الله، این چقدر بخش قشنگیه. برو با نشانه های من، نگران نباش از اینکه دستگیر بشی، کشته بشی، اذیت بشی، تو موفق میشی. ببینین چقدر امید بسیار ارزشمندیه، اونم از جانب خالق یکتا، الله و اکبر. و این وعده راستین رب العالمین همون وعده‌ای که به کلیه ایمان آورندگان خودش هم در قرآن میگه. اگر ما به سوره 2:62 و 5:69 نگاه کنیم، خداوند از نیموشن در قرآن هم اضافه میفرماید قطعا کسانی که ایمان میآورند، کسانی که یهودی هستند، مسیحیان هستند و تازه کیشان، هر کسی که یک به خدا ایمان آورد، دو
روز به روز آخرت ایمان داشته باشد و زندگی پرهیزکارانه ای را سپری نماید، پاداش خیش را از پروردگارش دریافت خواهد کرد و آنها نه از چیزی بپرسند و نه غمی خواهند داشت. یا رب العالمین، این عدالت پروردگار عظیم و شنه با همه بندگانش. به هر حال این بنده محترم خدا هم با این دلگرمی، با غلبه بر ترس واهی خودش، راهی یک مأموریت بزرگ میشه و در مقابل نمایش چشمگیر دو شعبده باز، یه مقداری بازم ترس اونجا بهش مستولی میشه، چون شعبده بازاد چیزایی رو طراحی کردن که این یه مقداری ترس بازم بهش مستولی شد به این رسول خدا و خداوند و مرتبه اونجا بهش نوید میده که میگه شعبده بازاد که کارشون شعبده است، اونا که پیروزی ندارن، ولی کار تو در محتوای حقیقتی، ترس تو غلبه کن. الله اکبر، تو پیروز خواهی شد. من به عنوان یک شاگرد علت این گفتار و این ترس موسا رو میتونم که ببینم چقدر ما در زندگی خودم در جایگاه‌های قرار میگیریم که گاهی این ترس ها دوچار ما هم میاد، مسائلی که باش روبرو میشیم این احساس ترس در ما هم چقدر شکل میگیره. و اگر با نگرش به کلام مبارک الله نگاه کنیم، میگه اگر من ایمان داریم، روز آخرت باور داریم و زندگیتون پرهیزکارانه است، ترس و غمی نداشته باشید. بارها در قرآن وعده میدن من از شما حمایت میکنم. الله اکبر. این همون نگرش دو شعبده باز هم بودش. موقعی که شعبده هاشون رو انداختن روی زمین و بعدش مار موسی اونها رو به صورت یک اژدهای عظیم شده اینها رو بلعید، اونها چقدر سبحان الله متوجه شدن، چون کارشون شعبده بازی بود، خودشون متوجه شدن که این کار موسی و این مار موسی که تبدیل شد به یک اژدهای عظیم، این نمیتونه شعبده باز بشه. و بدون هیچ ترس و غمی، ببینید ایمان اونجا در دل این دوتا شعبده باز چیکار کرد؟ بدون هیچ ترس و غمی اعلام میکنن که ما به خدای موسی ایمان میاریم. و با کلیه تهدیدهای فرعون، قلبشون از یقین الهی به وعده رب العالمینه که هر کسی که رو به سوی من بیاره اصلاح عمل بکنه، زندگیش برابر قوانین خدا باشه، ترس و غم نباید داشته باشه. اینها گرچه به چهره زمان نمایش خودشون در اون لحظات مغلوب موسی بودن، ولی در واقع پیروزمندان اون صحنه تاریخی شدن. و این گونه بود که در واقع یکی از زیباترین بخش‌های تاریخ رو این دوتا ایمان آورنده به خدا در زمان خودشون اجرا کردن و در واقع برندگان بودن در این بخش از صحنه تاریخ. و این آغاز اندیشیدن حاضرین میشه در جواب به تهدیدهای فرعون. تهدیدهای فرعون که به این شعبده بازا کرد که گفتش که من دستتون و پاتون رو یک درمون میبرم، علم میکنم. و از این کارهای تهدیدهای بسیار سنگین و شعبده بازانی که قبل از این نمایش شعبده بازی و پیروزی موسی در واقع اونها قبلش گفتن ما به عزت فرعون برنده میشیم و موفق، ولی در اون لحظه که این شعبده موسی رو دیدن، نه شعبده موسی رو، اون مار موسی رو دیدن که شعبده اینها رو بلعید، اینها قلبشون به یقین مفتخر شد به اذن رب العالمین و دیگه ترسشون فرو ریخت و اون عزت فرعون نابود شد در جلوی چشمشون و به پروردگار رب العالمین جهان، به پروردگار موسی ایمان آوردن که در سوره 28 به اون که سوره قصص هست به اون اشاره میکنه که بعد از این ماجرا
سربازای فرعون در کوچه و بازارها جار میزدن که اینها یه عده کوچکی هم، چون خودش سوال برانگیز شد ما بین یه عده. چطور این شعبده بازان با شجاعت با یقین وایستادن جلوی فرعون؟ فرعونی که مستبد و ستمگر بود، در نهایت دائما قدرتش رو به رخ مردم میکشید و میزد و میکشت و میبرید. به هر حال اینا چی شهامت این دوتا شعبده باز اون لحظه جلوی یک جمعی انجام دادن و از فرمان فرعون سرپیچی کردن. این سربازای فرعون تو کوچه و بازار داد میزنن، اینا فقط یه گروه کوچکی هم، به اونا اهمیت ندیم، با اونا همراهی نکنیم. و به هر حال صحنه های تاریخ این دوره از زندگی که موسی در آن نقش بسیار ارزنده ای رو اجرا کرده بود، نمایش های بسیار زیادی هست، اتفاقاتی بسیار زیادی داره که من فقط میتونم گذرا ازش رد بشم به دلیل وقت کمی که دارم. و این جالبه برای انسانهایی که بتونن فکر کنن در زندگی این موسی و تاریخش و اتفاقاتی که خداوند ازش صحبت میکنه، برای ما یک درس بسیار بسیار زیبایی داره که خداوند در قرآن میگن حتی یک برگی هم بدون اجازه خدا از درخت نمیفته. سرنوشت موسی از کجا به کجا رفته میشه تا بتونه فرمانی که رب العالمین در سرنوشت تقدیر اون نوشته و با تاریخ ساز باشه واسه دنیا و ابدیت، اون نقش خودش رو اجرا بکنه. ما اینگونه یاد میگیریم خدا همه چی رو در کنترل دقیق خودشون دارن و این زندگی و هر چی ما بین اونهاست، هر اتفاقی درش میفته در پی هدف خاص آفرینشه و در پی تحقیق تشخیص حق از باطله. و برای اثبات این حقیقت از زندگی پیام آوران خدا و رسولان خدا، خداوند حکیم عظیم الله سبحانه تعالی نمونه برداری فرمودن تا شاید ماها بیشتر توجه نشون بدیم و بیشتر بیاموزیم انشاءالله. هر آنچه که در زندگی های ماها اتفاق میفته، از خیر و شر ما، خوبی ها و بدی های ما، همه و همه دارای یک هدفی هستند. هدفی که ما بیاندیشیم در این ردپای تاریخ زندگی خود ما چی نقشی رو داریم اشاره میکنیم و با نعمت های داده شده به ما شاکر هستیم یا ناشکر. و با باور به این که همه چیز در حیطه قدرت مطلق خدا داره کنترل میشه. و پروردگار عظیم و شان در قرآن هم میفرماید که زمین و آسمان ها و هر چی ما بین آنهاست در اجرای امر الهی در حرکت هستند و هیچ کدوم از اونا تخطی از این مسئله نمی کنن. که در سوره 41:11 اشاره زیبایی شده، خداوند می‌فرماید در این آیه هنگامی که به آسمان و زمین گفته میشه ایمان آوری، خواسته یا ناخواسته، اونا میگن که ما با میل میاییم، زیرا باور به این داشتن که در کارهای عدالت الهی رستگاری هست. رستگاری رو سر لوحه امرشون نسبت به ربشون انجام دادن. به هر تقدیر نکته بسیار پر ارزش اون زمان هست و برای ما هم درسی در زمان ما. میخوام حالا بپردازم به آنچه که در زندگی موسی بعد از این اولین اجرای نقش رسالتش در دربارش شد و یک عده شاهد این قضیه شدن و اونها به اندیشیدن در این مسئله فکر کردن و این آغاز مبارزه افتخار بسیار زیادی برای موسی شد و مبارزه بسیار سختی که این رسول خدا باید برای ایمان آورندگان اجرا بکنه نقش خودش رو، که در سوره 7 بهش اشاره میشه. چون موسی رو خیلی سعی کردن بعد از این مسئله مورد ستم و آزار قرار گرفت و مردم هم همینطور، و در سوره 728-729 بعد از این مسئله خیلی اذیت که شدن مردم، مردم به موسی میگن که موسی به مردم میگه از خدا کمک بخواید و ثابت قدمانه در راهی که حرکت میکنید استقامت بکنید. زمین از آن خداست و خدا اونو به هر کدام از بندگانش که انتخاب کنه عطا میکنه. اما یک چیز بسیار حائز اهمیت هست و اون قطعا اجرا شد که خداوند میگه پیروزی نهایی از آن پرهیزگار.
همیشه این سیستم غیر قابل تغییر رهبر عالمی، گرچه ممکنه در ظاهر به چشم بعضی یا غیر از این جلوه بکنه، ولی پیروزی نهایی از آن پرهیزکاران، چون هدف نقش اجرایی خودشون رو در این دنیا برای بهایی برای آخرتشون در نظر میگیره. خداوند از این میشن. چقدر در این آیه درس بسیار جالبیه که میفهمید پیروزی نهایی از آن پرهیزکارانه. به این مسئله خیلی توجه بکنیم. به هر تقدیر جواب مردم موسی به موسی این بود که گفتن ما هم قبل از این که تو بیایی ما مورد آزار و اذیت فرعون بودیم، پیشینیان ما، پدران ما همینطور، و حالا تو که اومدی رسول خدا بعد از مدت‌ها که منتظر این رسالت بودیم، حالا هم ما مورد ظلم و آزار قرار گرفتیم. موسی میگه که بهشون رب شما، پروردگار شما دشمنانتون رو نابود میکنه، اما فرصت داده به هر کسی که چقدر تو این راه میتونه بمونه و چقدر تو این راه نمیتونن بمونن، که فردا روزی که در روز حساب رسی هیچ کس نتونه اعتراض بکنه اگر به من این فرصت رو داده بودی این کار رو میکردم. فرصت داده میشه به دشمنای خدا هم، این درجه عدالت الهیه، حتی به دشمنانش هم فرصت زمینی داده خواهد شد. سپس آن یکتا اجازه میده شما در زمین بعد از اونها مستقر بشین تا ببینین خودتون که شما بعد از اون ستمگران چه درسی گرفتین و چگونه عمل خواهید کرد. به هر حال دوران سخت زندگی قوم بنی اسرائیل به دلیل اینکه در ایمان خودشون ثابت قدم نبودن، یعنی بعد از قصه زفر گوساله و کشتن رسولان خدا و جور و ستم خیانت قارون که یکی از افراد خود ابریها بود و بعد به خود اینها ستمگر شد و برده فروشی کرد، یعنی اینها رو به بردگی کشید، درس هاییست که ما ببینیم آیا همین جور و ستم و اذیت و آزار هم اکنون با دنیا رو ما باهاش با مدل های مختلف ما باهاش رو برون نیستیم. همین حالا هم فرعون های زمان در همین زمان ما هستن یا نیستن که همین کارا رو دارن میکنن. چقدر ما گردش کردیم در راه تحول و تکامل شدن. یه ذره به خودمون بیاندیشیم، این صحبت 3000 سال پیش، در حدود کم و بیش 3000 سال پیش، قدر تفکر کنیم ما چه آموختیم از این ردپای تاریخ و نقش ما در ارزش های گفتاری کتاب های آسمانی خدا و مسئولیت هایی که ما در این رابطه اونو ازش باید استفاده بکنیم. بیایید برای این صدق گفتارم به آیاتی در سوره 10:83 نگاه کنیم که خداوند میگن عده کمی از مردم موسی در شمار ایمان آورندگان شدند، زیرا از استبداد فرعون و بزرگانش ترسیدند. دوباره نقش ترس که یکی از ابزار سرسخت شیطان دشمن ما هست دوباره در حرکت میفته. ترسی که در سوره 175 خداوند اشاره میفرماید ترس یکی از روش های دشمن شما شیطانه که به پیروانش میاد تلقین میکنه که شما ها رو با ترس امتحان بکنه. خداوند میگه از اونا نترسیم، اگر ایمان داری باید از من، اگه ترسی هم هست از من باشه که بعد روزه حساب رسی در حضور من بیستیم به من جواب بدیم. اگر از مؤمنان هستیم، ببینید چقدر معنی داره هر جمله در آیات مبارکه قرآن، یعنی باید از خالقی ترسید که وعده پیروزی به شما داره میده و میگه اگه من با من باشی من از شما حمایت میکنم، ولی ترس رو بر پیروزی خدا بعضی باید و این گونه در چنگ دیو صفتان شیطانی به ظاهر دیندار ما گرفتار می‌مانیم. گرچه خداوند منان از زندگی رسولان خودش صحبت می‌کنه، ولی بیاندیشیم که آیا ما شبیه زندگی همونها رو در همین تاریخ خودمون اجرا می‌کنیم یا نمی‌کنیم؟ الان مسئولیت
اهمیت ماها حالا با خواندن کتاب قرآن برای ما قرآن هست و برای صاحبین کتاب های آسمانی قبلی کتاب های اونا یه ذره ما باید تحول در خودمون ایجاد کنیم. ما الان عالم‌تر شدیم، حکمت بعضی چیزها رو یاد گرفتیم، ما صاحب خیلی چیزهایی بودیم که در زمان موسی نبودیم، پس به همون اندازه مسئولیتمون هم بیشتر میشه و جوابگویی هامون هم سنگین‌تر میشه. حالا ما چه کاره هستیم؟ که در سوره 10:86 موسی به مردم خودش میگه به خدا توکل کنین اگر واقعا به خدا ایمان آوردی و اگر واقعا از تسلیم شدگان هستی. این کلمه تسلیم شدگان در زبان فارسی من میگم تسلیم شدگانه، ولی در زبان عربی که در قرآن درج شده یعنی همون واژه مسلمان، یعنی موسی حتی قبل از اینکه جامعه به عنوان جامعه مسلمان و صاحب قرآن بشن از این واژه خداوند اجازه میده استفاده بشه. چرا؟ که میگه خدا یکیه، دین یکیه، ولی در زمانهای مختلف برای اشخاص مختلف همین توضیح ایمان به یکتای خدا داده شده که هیچ عذر و بهانه‌ای برای هیچ کسی دیگه گذاشته نشه در روز حساب رسی بگن ما خبر نداشتیم از این قضایه. پس بنابراین ماها باید یاد بگیریم که دنبال چی هستیم. ما صاحبین کتاب آسمانی چقدر مورد رحمت قرار گرفتیم و با قوانین آشنا شدیم که در سوره 10:87 خداوند حکیم به موسی و برادرش وحی میکنه، میگه که در حال حاضر ببینید ردپای تاریخ و زندگی ما مقایسه کنید. موسی خداوند به موسی و برادرش وحی میکنه که میگه به مردم بگید در حال حاضر با این مشکلاتی که وجود داره در خانه های خودتون بمونید، خونه های خودتون رو کنیسه کنید یا محل سجدگاه خودتون قرار بدید و به برگزاری دعاهای ارتباطی خودتون در خونه هاتون بتونید ادامه بدید. به مؤمنان این خبر خوشو برسون. آیا ما واقعا همین الان با این مشکلاتی که داریم، یکی از اونها این کرونا، این ویروس دشمن واقعا وحشتناک خطرناک، ما الان تو خونه هامون از طریق زوم و اسکایپ و به هر حال این ارتباطاتی که از طریق تکنولوژی که خداوند اینترنت اجازه بده در اختیار ما باشه نماز جمعه هامون رو برقرار میکنیم، قرآن استادی هامون رو برقرار میکنیم و مسائل مشکلات کاری و زندگیمون به وسیله همین ارتباطات داره اجرا میشه. کارمندانی که در خانه نشستن و دارن این کاراشون رو انجام میدن، بیاندیشیم ببینیم چه فرقی شده. حالا من برای این صحبت هم یواش یواش این آیات زندگی موسی رو برای شما باز میکنم تا انشالله به اذن پروردگار بیشتر بتونیم متوجه این مسئله بشیم. ولی نکته جالبی هست که خواستم بهش اشاره کنم. خداوند در وقتی که موسی میره به کوه طور یعنی کوه سینا، موسی به خدا از موسی میپرسه موسی این چیه که تو دستت داری؟ یه چوب دستی خودش رو تو دستش داشته بود و خدا ازش میپرسه که این چیه که تو دست راستت داری؟ موسی میگه که این چوب دستی منه. میگه خب با اون چی کار میکنی؟ میگه گوسفندامو باش میرونم، گاهی هم بهش تکیه میکنم و گاهی هم از کارهای دیگری از این چوب استفاده میکنم. حالا تصور میکنیم با خودمون اون پروردگاری که خودشونو غیب آشکار میدونن و نهان و این که میگن من به همه چیز آگاهی دارم، آیا خدا نمیدونست اون لحظه چیه در دست موسی؟ یه ذره فکر کنیم این سوال برای چی بوده. ببینید چه شکلی داره رسول خودشو پیام آور خودشو آماده یک معمولیت خطیری میکنه که اول به خودش قوت قلبی بتونه بده بهش در این رسالتش محکم بتونه بیسته. به هر حال طرح این سوال برای ما چه درسی داری بسیار مهمه. از عصایی که ابزار کار موسی بود و در زمینه رسالت اون چه نقش مهمی را اجرا کرد، برای ما از گفتار این داستان چه هدفی رو پروردگار عظیم و شأن برای ما در هدف زندگی ما در نظر گرفتن که نشانی باشه از عقلانیت ما در ابزاری که موسی استفاده میکرد در زمان خودش به نام عصاش بود و حالا که ما در قرن 21 داریم زندگی میکنیم
اینترنت ها، تلفن های اینترنت و تلفن های دستی ما، آیپد های ما، لپتاپ های ما و و و که جای اصلی همون موسا رو علنی در زندگی ما برای ما نگرفته. یه زمانی در اون زمان زندگی اون موقع و اصلی موسا بود، حالا هم ما در این زندگی خودمون. یه روز اگر اینترنت نباشه ببینیم چه حالتی هست در زندگی ما ها، که تا چندی پیش این وسیله، این ابزار نبود، ما چگونه زندگی میکردیم و الان چقدر ما زندگیمون وابسته شده به این ابزارهای تکنولوژی که خداوند اینو برای ما وسیله آفرینش شده، وسیله انسانهایی که خداوند میکرد من دانشو به هر کسی که بخوام بدم عطا میکنم، اینو خداوند اجازه دادن در اختیار ما قرار بگیره. این خالق ما در چه نقطه اقتداریه و ما انسان ها در چه نقطه آگاهی این مسائل؟ لا اله الا الله. حالا بیاین عزیزای من، بدون گفتاری در اندیشه این نه معجزه موسی که در توسط خالق یکتا تدارک دیده شده بود، به چند تا از آیات اشاره کنم، برای اینکه این آیات خودشون به روشنایی در نور الهی خودش حاکه حکایت واقعیت‌های خالق رو به ما ارائه میده و من دیگه صحبتی نمیتونم به اینا اضافه کنم که در 733 به یکی از اونها اشاره میشه، میگه که با چه وسایلی اونها مورد آزمایش قرار گرفتن. سیل‌ها، ملخ‌ها، شپش‌ها، قورباغه‌ها، خون نشانهای آشکاری شد برای مردم موسی و خود موسی، ولی اونها در تکبر ستمگری خودشون ادامه دادن، زیرا خداوند میگن اساسا اونها مردمان ستمکاری بودن. حالا هم اکنون هم ما با این همین شپش ها و مسائلی که الان خدمتتون گفتم روبرو شدیم با این جنگ های سایبری. از این ابزاری که خداوند برای رفاه مردم در اختیار ما خداوند از این روشن قرار داد، ولی شیطان صفت ها دارن کار شیطانی خودشون رو میکنن و از این تکنولوژی به چه کارهایی، به چه جنایت هایی دست پیدا میکنن روزن. ببینیم و بیاندیشیم اون چیزی که 3000 سال پیش راجع به این زندگی پیامبر خدا گفته هنوز در زندگی ما شیوه همونه ها، سیستم همونه، ولی ما انسان ها هستیم که فهم کردیم و ابزاری که ازش استفاده میکنیم، ولی روش همونه. باری به هر جهت موسی پس از عجز فرعون و تصمیم گرفت بالاخره قوم بنی اسرائیل رو آزاد کنه و اونها به سوی بافر موسی حرکت کردن، به سوی سرنوشت آزاد زندگی کردن خودشون و آسوده شدن از بردگی، که دوباره جای پای شیطان در ضمیر فرعون شکل میگیره و با عجله و شتابان خودش سوار اسب و درشگه و نمیدونم اینا وسیله اون زمان میشه و به سوی قوم موسی و بنی اسرائیل سعی میکنه در حرکت باشه، غافل از این که این عجله که داره میکنه، این کبری که داره نشون میده، حرکتی به سوی سرنوشت نابودی خودش. چون در قرآن داره بار ما تعریف میکنه که وقتی که موسی دید اینها دارن میان، مردم گفتن موسی الان ما دیگه دستگیر میشیم، فرعون اومد به ما رسید و ما رو میگیره و خداوند اجازه میده همون عصای موسی رو میگه به آب دریا فرو کن و دریا به نونی میشه و قوم بنی اسرائیل از اون آب به سرعت رد میشن و وقتی که فرعون و آدماش سربازاش میرسن در اون همون آبی که اونها رو خداوند رد کرد از آب به سلامتی همشون رد شدن رفتن، فرعون و سپاهیانش گرفتار آب میشن و در حال غرق شدن فرعون به خدا التماس میکنه که و میگه که من ایمان میارم که خدایی نیست به جز آن یکتایی که فرزندان اسرائیل به آن ایمان آوردن و من یکی از تسلیم شدگان هستم. جواب آیه بعدی که خداوند در قرآن به ما یاد میدن این هستش که میگن خیلی دیره موسی،
چون تو قبلا سرکشی کردی، تصمیم گرفتی ستمکار بشی. از فرصت طول عمری که بهت دادن هیچ کجاش نقش پرهیزکاری دوش نبوده. با یک گفتار که الان در عرض این قضیه قرار گرفتی که داری غرق میشی، تو داری اینو میگی، نه در نقطه باور ایمان، در نقطه اینکه هیچ چاره ای برات نمونده و این نمیتونه تضمین نجات تو رو بکنه، چون تصمیم گرفته بودی تو این راه باشی، نه از منظر باور و یقینی که به خدا داری. چقدر این حادثه در زندگی ما صادقه. یه ذره فکر کنیم ببینیم چقدر این نادره تو زندگی های ماها اتفاق میافته. ما هر روزی که این تلویزیون ها رو باز کنیم، میدیا رو نگاه کنیم، بریم توی این سایت های میدیا و همینا رو داریم میبینیم به مدل های مختلف. شیوه همون شیوه است ولی مدل هاش فرق داره. چرا؟ چون خود انسان ها با خدا هم، با خالق خودشون رفیق نیمه راه هم. وقتی دوچار مشکلات و سختی میشن خدا رو صدا میکنن، وقتی خدا مشکلاتشون رو برطرف میکنه میرن سراغ بت‌های خودشون، برای اونها سفره میذارن، برای اونها گوسفند سر میکنن. وای خدایی، اصلا دیگه نمیخوام برم تو اونها اشاره بهش کنم. عزیزان خوب من، غرض از این صحبتهای من این هستش که ما بدونیم چقدر مسئولیم وقتی که این آیات خدا رو میخونیم که به ما فرصت بخشودگی داده شده، بتونیم انشاءالله برای بخشوده شدن خودمون حکیمانه به این آیات نگاه کنیم. یعنی بدونیم هر چیزی که در این کتابهای آسمانی گفته برای دلیل به خصوصی هست که اینا توضیح داده میشه برای ما. به هر حال در ادامه حرکت موسی با قومش که از خطر دستگیری با اجازه خدا اینا نجات پیدا کردن در دست موسی و فرعون، راهی بخشی از کرانه غربی شدن و خداوند در سوره 7 آیه 137 میگه که وقتی ما اجازه دادیم که مردم ستم دیده، یعنی همون قوم بنی اسرائیل، بعد از سالیانی بردگی وارث زمین بشن و شرق و غرب اون رو ما برکت دادیم تا پاداش ثابت قدم بودن و صبرشون باشه و این چنین احکام پروردگارت اجرا میشه و در حال گذر به کرانه باختری، در آیه 738 میگه وقتی که اینها از دریا گذشتن و هنگامی که از کنار مردمی که مجسمه ها رو داشتن پرستش میکردن رد میشدن، باز اون مردم به موسی گفتن موسی میشه یه خدایی مانند اینایی که الان یه خدا برای خودشون درست کردن دورش دارن میچرخن و پرستشش میکنن تا هم برای ما یک درست کنن. موسی گفت حتی الان از دریا شما رد شدید، معجزاتی رو خدا به شما نشون داد، شما چقدر نفس خودتون دارین ستم میکنید؟ آیا میتونم به غیر از الله من برای شما خدای دیگری بگیرم؟ شما چطوری میتونید همچین ستمی رو به خودتون بکنید در حالی که خداوند عظیم و شأن بیش از هر کسی دیگری در دنیا به شما رحمت عطا کرده؟ چگونه ممکنه این اتفاقا برای شما بیفته؟ فکر کنید. این همون عملی است که ما بارها در طول زندگیمون بعضی ها اجرا میکنیم. دوچار سختی ها مشکلات که میشیم خداونده و بعد میریم سراغ بت‌های دست ساخته خودمون. بالاخره موسی زمانی که به مدت 30 روز و با افزودن 10 که خداوند اونو به 40 روز میذاره به دیدار رب خودش میره به کوه سینا و از خدا خواست که اجازه بده. اولین باری که دوستام سرشیر صدف رو دیدن سر میز صبحانه پرشن ستایل ما، پرسیدن این چیه؟ یه نوع پنیر یا کره؟ بهشون گفتم خیلی خوشمزه تره. حالا که اونا هم سرشیر صدف رو مزه و تجربه کردن، از سلیقه صبحانه و سرشیر ایرانی خیلی خوششون اومده. و وقتی که سرشیر صدف جفت میشه با مربای به و انجیر یا حلوا و عسل صدف، چی میشه؟ بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. I love getting my kids ready and driving them to school.
But a careless driver can change your life in an instant. And insurance companies want to settle on the cheap. Auto Accident Help Desk connects victims with powerful lawyers. They fight for you. I called Auto Accident Help Desk and got help for my pain and suffering. Don't let an insurance company take advantage of you. Our attorneys fight and beat big insurance every day. If you've been injured in an automobile accident in the last 6 months, you owe it to yourself to make this free call with no obligation. When I called, they asked me a few questions and matched me with a powerful lawyer who knew how to fight for me. Call now. We're available 24/7 to help you get the money you deserve for your pain and suffering. They got me way more than the insurance company offered. Auto Accident Help Desk helps accident victims like you every day. Call 800-680-1196, 800-680-1196. به هر حال در سوره 738 همونطور که خدمتتون گفتم وقتی که فرزندان اسرائیل رو از دریا گذروندش به اذن پروردگار موسی و هنگامی که اونا از کنار مردمی که مجسمه ها رو پرستش میکردن گذشتن به موسی گفتن خدایی مانند این مردمی که خدایان درست کردن و تو هم برای ما از این خداها درست کن. موسی گفت خدا همی الان شما رو از این دریا این بزرگترین معجزه رو به شما نشون داد. شما شاهد معجزات دیگری هم شدین که خالق یکتا اینو برای قوت قلبتون به شما نجات داد و شما رو از بردگی موسی آزاد فرعون آزاد کرد و فرعون رو جلوی چشمان شما با سربازانش غرق کرد. چطوری شما میتونید این ستمو به خودتون بکنید در حالی که خداوند در دنیا بیش از هر کسی دیگه به شما رحمت عطا کرده؟ این چه ستم بزرگیه؟ این عملیه که ما در طول زندگی خودمون بارها این ستم به نفس خودمون رو ما هم به مدل‌های مختلف انجام میدیم. بالاخره موسی زمانی که به مدت 30 روز و با افزودن 10 که خداوند اون رو به 40 روز رسون به حضور رب خودش در کوه طور میره و از خدا میخواد که اجازه بده افتخار دیدار فیزیکی اونو داشته باشه و خداوند بهش میگه که تو نمیتونی منو ببینی، به اون کوه نگاه کن، اگر اون کوه تونست بر جای خودش مستقر بمونه تو هم میتونی منو ببینی. و خداوند خودشون رو به کوه جلوه‌گر میکنن و بعد در این فرصت که وقتی به کوه جلوه‌گر میشن کوه متلاشی میشه و از صدای این انفجار موسی خودش بیهوش میاد. وقتی هم که به هوش میاد متوجه میشه که ماها در دنیای زمینی خودمون نمیتونیم حضور فیزیکی خدا رو ببینیم چون زمین ما تحمل نور و انرژی رب العالمین رو نداره. بر همین وقتی که خداوند از این مشهد در روز حساب رسید برای قضاوت میاد این زمین و آسمان ها همه چی میشه؟ متلاشی میشه. و ما در این بود با استفاده از صفات مقدس الهی داریم حفاظت میشیم. صفتهای رحمانیت خدا، رحیم بودن خدا، غفور بودن خدا، کرامتهای خدا، قدرتهای خدا ما داریم در این کره زمین ازش استفاده میکنیم و خداوند اینو به ما عطا کرده از درجه رحمانیتش. بعد از این گذر این مدت و بعد از اینکه 10 فرمان خداوند به موسی میدن و بر روی لوحه های نوشته میشه موسی به طرف قوم خودش میاد و میبینه که مردمش به دور یک گوساله در حال پایکوبی و شادمانی هستن. یادتون میاد یه دفعه توی صحبتام قبل از این گفتم خدمتتون که مردم موسی میخواستن خدایانی داشته باشن که از کنار مردمی رد شده بودن؟ بلی، شیطان از همین اندیشه اینها برای اینها سعی کرد به وسیله قارون برده فروش که به مردم خودش خائن بود چیکار بکنه. وقتی که موسی به دیدار خدا رفت اونم دنبالش رفت ببینه موسی به کجا میره و جای پایی که موسی وایساده بود و با خالق و خودش صحبت میکرد خاک رو برداشت و آورد به مردمش گفت اونهایی هم که طلا و جواهراتی که از دربار فرعون وقتی گذشتن و اومدن همراه خودشون آورده بودن اونها رو در هم آمیخت و یک گوساله طلایی درست کرد و گفت این خدای شما. دور این بگردی و موسی الان 30 روز 40 روز رفته و
معلومم نیست برگرده و مردم رو اینطوری گول زد، یعنی همون ایده شیطان. ببینید این خیلی درس های قشنگی توش و بتونید این خدای شماست و اینو پرستش کنید و مردم هم شروع کردن این کار رو کردن بدون اندیشیدن. این داستان ها گرچه بازیگرانش با هم فرق دارن ولی سناریوی خدا همون یه سیستم من فرق نمی کنه. همون نقش شیطان و آدم و حوا و درخت سیبه، همون نقش شیطان در نشانگیری تکبر فرزندان بنی اسرائیل، همینطور ادامهش بدین تا بیاد برسه به زندگی ما. همینطور این نقش داره اجرا میکنه. چرا؟ چون ما خودمون خواهان این بودیم که بدونیم شیطان دارای چه قدرت هایی هست و رب العالمین دارای چه قدرت هایی. این همش برمیگرده به اون حق انتخاب خود ما در این رابطه و متاسفانه در داره رو همون پاشنه میچرخه. این البته شامل همه نمیشه ولی متاسفانه اکثرا به این صورت حرکت میکنه، مگر اینکه ما با چرخشی در خودمون ایجاد کنیم و به سوی خداوند با اون درایتی که داده، اخلاقیاتی که داده، کرامتی که داده، بینشی که داره، نگرشی که داده، قوه تشخیصی که داده، بتونیم در عبادت و اخلاص به تنها خالق خودمون مشتاق بشیم و کوشا بشیم ان شاء الله. قرآن به ما یادآوری میکنه که موسی با توجه به نجات قومش از دست فرعون انقدر مشتاق دیدار خدا بوده که از خودش عجله نشون داده. هنوز مردمش انقدر توی جایگاه تجربه نشسته بودن که یقینشون قوی بشه و انقدر اون مشتاق دیدار خدا بود که این قوم رو تنها گذاشت و همین باعث شد که شیطان بتونه از این فرصت سوء استفاده بکنه. بنابراین خیلی مهمه ما تو زندگیمون هر روز قدم هامون رو به طرف جلو برداریم، همونجا هم بای نکسیم، به عقب هم داریم، به طرف جلو حرکت کنیم و این زمانی میسر میشه ما کتاب قانون خدا رو حفظش بکنیم، یاد بگیریم، ملکه ذهنمون بکنیم، الگوی رفتار و گفتار و کردار خودمون قرار بدیم که انشالله بتونیم در این زمینه ها درست حرکت بکنیم و تا کسب تجربه از این ها نکنیم به یقینش هم نمیرسیم. به هر حال گرچه موسی اونا رو به برادر خودش سپرد رفت ولی عجله داشت در این راه و این مسائلی رو که خدمتتون عرض کردم نتیجه این حرکت شد و بعد از اینکه با این ده فرمانی که بازگشت کرد به سوی مردم و این مردم رو دید عصبانی و ناراحت، به هر حال بعد از مدتی که لوح‌ها رو از دستش انداخت و به فرمان پروردگار اون گوساله طلایی رو به دریا انداخت و گفت که این برو قارو تا روز حسابرسی خداوند به حساب تو رسیدگی خواهد کرد و مردم هم بعد متوجه شدن که چه خطای بزرگی رو کردن، از خداوند طلب بخشش کردن و چقدر جالبه که خداوند اینجوری داره به ما یاد میده زندگی ما گرچه به خطا میریم ولی فرصت هم توش برای استغفار و توبه اینا وجود داره که ریتورن کنیم به طرف خداوند و خداوند باز اونها رو اونچه که در قرآن برای ما یاد دیدن مورد بخشششون قرار داد ولی با یک امتحان دیگه، یک امتحانی که مردم خواست ببره مردم خودش رو به طرف جایی که رفته بود کوه سینا رو داستانشون رو برایشون تعریف کرد و مردم خواستن برن اونجا رو ببینن، در طی راهی که داشتن میرفتن دوچار زلزله شدن و اینجا دیگه موسی صاحب تجربه خودش شده بر ترس خودش غلبه کرده بود. بر همین با یک یقین در حکمت الهی گفت خدایا این یک امتحان برای من، با اون میخوای یه سری رو که یقین دارن به تو و یه عده‌ای رو که مورد یه ذره تو قلبشون شک هستش مورد امتحانت قرار بده. باران عفو و رحمتت رو بر سر ما بباران و نذار که ما دچار ستم کافران بشیم. به هر حال تمام این داستان ها توش برای زندگی ما ها درسه و وقتی هم که مستقر کرد اونها رو در بخشی رو که خداوند اجازه داده بود، کوه
سینا مثل یک چتری بالای سرش، یه بخشی از اونایی که اونجا رو در خداوند اجازه بدون در اونجا اسکان بکنه قوم بنی اسرائیل، مثل یه چتری بالای سر اونها شده بود و از آفتاب اونها رو نگه می‌داشت و با بلدرچین و ترنجبین و اینجور چیزا خداوند اونها روزی میداد. و بعد از مدتی که اینها این روزیشون به دستشون میرسید، دو مرتبه این قوم ستمکار برگشتن گفتن که موسی ما دیگه خسته شدیم، هر روز بلدرچین بخوریم و نمیدونم اینو داشته باشیم اونو داشته باشیم، ما یه چیزایی دیگه ای میخوایم. با اینکه موسی حتی ما آبمون کمه، موسی هم خداوند اجازه داد که با همون عصاش بزنه به یک تخت سنگ بزرگی 12 چشمه آب اومد که برای هر قبیله معلوم بشه که این چشمشه که بتونن استفاده کنن، مشکلی پیش نیاد. ولی باز این مردم شروع کردن به بهانه های دیگه و اینطوری در پیچ خم تاریخ زندگی خودشون دوباره ناسپاسی رو پیشه کردن. و خداوند در قرآن میگه که موسی بهشون میگه آیا شما این چیزای رحمتهای الهی که بهتون داره میده نشستین راحت سر جاتون وقت روزیتون داره به دستتون میرسه رو میخواین به اون زمان بردگی که داشتین با سختی و ستم اینها رو به دست میوردین اینها رو دوباره شامل بشین؟ بعد برمیگرده میگه خدایا این قومو تو خودت میدونی با این بنده هاش، من فقط مسئولیتم خودم و برادرم. و خداوندم در قرآن میگه 40 سال اونها سرگردان در این سرزمین موندن. این چیزی که در قرآن برای ما صحبتش میکنه. و ببینیم ما الان مخصوصا در این 40 سالی که در ایران هست، ببینیم چقدر این سرنوشت چقدر شبیه. به هر حال بعد از اینکه موسی در دو طول زندگی پیامبری خودش دنبال شخصیتی میگشت که بنده خدا که خود علم بیکرانی خداوند با حکمت بهش داده، بعضی از رسولان خدا با لوایح با اون لوحایی که مثلا موسی داشت اون احکام تو دستش بود با اون با مردمش صحبت کرد، بعضی از رسولان خدا فرستادگان خدا کار رو در عمل انجام میدادن. یکی از اونها بنده خدایی بود که در قرآن اسمی ازش برده نشده ولی در تورات به نام خضر ازش یاد میشه که موسی به دنبال اون که اونو پیداش کنه میره و وقتی هم که اونو پیداش میکنه میگه من میخوام دنبال تو بیام از علمی که خدا بهت یاد داده به منم تو آموزش بدی. و خضر بهش میگه که تو حکمتهایی رو که من کارهایی رو که میکنم تحملش رو تو نداری و نمیتونی اینو تحمل کنی. میگه که من بهت قول میدم در این رابطه من صبور باشم، ساکت باشم تا از علمی که خدا به تو یاد داده من هم قدری بهره ای رو بگیرم. خب با همدیگه به راه افتادم و یک کسی هم که همراه موسی بود همراه اینا سوار یک کشتی مرد فقیری شدن که یک کشتی داشت برای ماهیگیری. وقتی داخل این کشتی نشستن خس اون کشتی رو سوراخ کرد که با اعتراض موسی رو برو میشه و خس یادآوری میکنه بهش میگه نگفتم تو تحمل کارهایی که من میکنم نداری؟ موسی بلافاصله یادش میفته میگه ببخشید من یادم رفته بود. و بالاخره بعد از اینکه از اون کشتی پیاده میشن وقتی به یه جوانی رو برو میشن با یه جوانی رو اون حضرت خضری که میگن در قرآن، البته کلمه حضرت اصلا درست نیست چون حاضر نیست و این در جمله‌ای که بوده من به زبان آوردم با پوزش از شماها، خضر اون جوان رو از پا در میاره و موسی که خودش پیام آور خدا بوده که همش به صلح و عدالت دعوت میکنه با پیام هایی که در دستش بودن جانب رب العالمین، دوباره اینجا میبینه این کار با منافات داره با اصول دینی و سر به اعتراض میذاره. دوباره میگه که من گفتم که تو تحمل بودن من رو نداری. خضر بهش میگه باز دوباره عذرخواهی میکنه و میرسن به یه قریه که از مردم اونجا تقاضای آب و غذا و اینا میکنن، اونا بهشون نمیدن و در مسیر راهی که ادامه پیدا میکنن خضر میبینه یک دیوار خرابه هست و اونو شروع میکنه به تعمیر کردنش. موسی بهش میگه خب میتونستی تو شهر این کارو بکنی، پیشنهاد بدی برای یه کسی کار بکنی ما بتونیم رزق و روزی هم اونجا بخوریم. خضر بهش میگه که دیگه این سه بار تجربه ای باشه که تو تحمل بودن با منو نداری ولی من
بعد از اینکه دیگه نمیخوام همراهی بکنی منو در کارهایی که به فرمان خدا دارم اجرا میکنم، این سه موردی رو برای توضیحش میدم تا متوجه بشی که کارهایی که من کردم با فرمان خالق خودم بود و وقتی که اون کشتی رو سوراخ کردم، چون به دنبال کشتی های خوب اون پادشاه مستبد زبان میگشت و من خواستم این کشتی این ماهیگیر رو که ماهیگیر فقیری هم بود بتونم سوراخش بکنم که نتونی رو بگیره، اون بتونه بعد بره تعمیرش رو بکنه و بتونه کشتی خودش رو نگه داره. و اون جوانی که تو دیدی جوانی بود که پدر و مادرش مرد پرهیزکاری بودن و با اون چون ایمان نداشت با بی ایمانی خودش این موجبات ناراحتی این پدر و مادر بود، میخواستم خداوند به جای اون جایگزین فرزند بهتری رو بکنه. و بعد اون دیواری رو که خرابی بود گنجی از یک پدری بود در زیر این خاک و من اینو دیوار رو تعمیر کردم تا فرزندانش به اسم پروردگار وقتی بزرگ شدن بدونن این گنج رو استخراج بکنم و کسی به اونها دسترسی پیدا نتونه بکنه. این کارهایی بود که من به اسم پروردگار اجراش میکردم و تو تا تحملش رو نداشتی با اینکه شما حکمتش رو درک نمیکردی. ببینید همه این داستانها برای ما گفته میشه که ما جایگاه های خودمون رو پیدا کنیم. رسولان خدا هم در حوزه اون احکامی که بهشون داده بودن اونا رو به ما تحویل دادن و با نیروهایی که خداوند بهشون اجازه میداد و قوت بهشون میداد اونا حرکت میکردن و اینا یه موجودات زمینی مثل من و شما بودن و احساسات زمینی هم داشتن و موجودات فرازمینی با قدرت های عجیب و غریبی که الان به بعضی از این حکومت های غیر اسلامی به اسلام رفتش میدن خیلی منافات داره. به هر حال فرزندان خوب من، خواهر و برادرای خوب من، در هر کار خدا حکمتیه که ما چون در بعد زمینی قرار داریم و نمیتونیم همه ابعاد واقعی اون بهش پی ببریم که چه مسائلی داره با اجازه خدا اتفاق میفته، خداوند در قرآن به ما میگن که در روز حساب رسید من دید شما رو به اندازه فولاد قوی میکنم. از این فولاد اسم میبرن چون میدونیم که محکمترین فلز در کره زمین فولاد هست، بر همین میگه این دید رو مثل فولاد قوی میکنم که در روز حساب رسید ببینیم که چه واقعیت های اطراف شما قرار باشه. طبیعتا که ما به همه ابعادمون اطلاع نداریم، ولی آنچه که ما لازم داشتیم برای بخش دیگه خداوند در کتاب های آسمانی خودش و برای ما قرآن اینو توضیحش میده که بتونیم انشالله مسئولانه در مقابل تمام اونها حرکت بکنیم و توجه و آگاهی داشته باشیم به حکمت ها و رحمت های خداوند عظیم شد و بتونیم از این داستان هایی که خداوند در قرآن میگن از هر جملش در زندگی هر کدوم از رسولانش یا سایر احکامی که در قرآن برای ما میگن بدونیم برای خیلی ماست، چون پروردگار ما پروردگار رحمان و رحیم و مهربان و بخشنده است، چون پروردگار ما صفت ویژه خودش رو رحمانیت قرار داده، چون پروردگار عظیم و شأن ما در کتاب قانون بارها میگه من یک فرصت دیگه به شما میدم برای پسیل اعمال رفتار و افکار شما، پس این فرصته، از این فرصت برای بهین زندگی ما نه سر سختی های ما که نذارین دشمن بتونه اون تکبر رو در ما پرورش بده. چرا خدا گفت اینطوری بشه؟ چرا اون اونطوری شد؟ به جای چراها در پی یافتن حکمت ها و حقایق الهی در کتاب آسمانی بگردیم. وقتی در این زمینه ما سعی به تحقیق بکنیم مطمئن باشیم که خداوند میگن من در افقهای فکری شما در زمین آسمان انقدر نشانه های خودم رو به شما نشان خواهم داد که ایمان بیارید الهی نیست به غیر از الله، یعنی همون لا اله الا الله. و این حاصل نمیشه مگر با پیگیری های ما، مگر اینکه هر اتفاقی که در زندگی ما میفته روش بتونیم چیکار کنیم، تجزیه تحلیل بکنیم، روش بتونیم فکر کنیم چرا این اتفاق برای من افتاده، من در کجای این مسئله خودم قصوری داشتم، از محدوده حیطه قدرت خداوند از این مشن و کلماتش و قوانینش چقدر به دور شدم یا نزدیک شدم. انشالله
فرصتی باشه در آینده بتونم از رسولان و پیام‌آوران دیگری با شما صحبت کنم. توجهتون رو سپاسگزاری میکنم. همتون دوست دارم و به خدای یکتا میسپارم. در پناه رب العالمین باشین. سلام علیکم. اولین باری که دوستام سرشیر صدف رو دیدن سر میز صبحانه پرشین ستایل ما، پرسیدن این چیه؟ یه نوع پنیر یا کره؟ بهشون گفتم خیلی خوشمزه تره. حالا که اونا هم سرشیر صدف رو مزه و تجربه کردن، از سلیقه صبحانه و سرشیر ایرانی خیلی خوششون اومده. و وقتی که سرشیر صدف جفت میشه با مربای به و انجیر یا حلوا و عسل صدف، چی میشه؟ بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. I love getting my kids ready and driving them to school. But a careless driver can change your life in an instant. And insurance companies want to settle on the cheap. Auto Accident Help Desk connects victims with powerful lawyers. They fight for you. I called Auto Accident Help Desk and got help for my pain and suffering. Don't let an insurance company take advantage of you. Our attorneys fight and beat big insurance every day. If you've been injured in an automobile accident in the last 6 months, you owe it to yourself to make this free call with no obligation. When I called, they asked me a few questions and matched me with a powerful lawyer who knew how to fight for me. Call now. We're available 24/7 to help you get the money you deserve for your pain and suffering. They got me way more than the insurance company offered. Auto Accident Help Desk helps accident victims like you every day. Call 800-680-1196, 800-680-1196, 800-680-1196. I knew I could get myself out of this. I just needed some hope and some help. I took the first step to recovery when I made the call. If you're depressed, drinking, and using drugs, you may need help, and your insurance may offer coverage. Call the Addiction Hope and Helpline now for a free assessment with someone who cares. I had problems just getting to sleep, drinking, and using pills every night. I feel like I'm losing control. I'm afraid I'll lose my job or even my family. Are you losing hope? You can recover and get back on track. Call now for hope and help with proven gentle recovery programs. I never thought that I could be somebody who didn't drink and use drugs. I have something to hold on to for strength. I'm in recovery, getting the help I need. Call the Addiction Hope and Helpline now for a free assessment with someone who cares. Call 800-889-3573. 800-889-3573. ننه دیشب حواس قیمه بادم جون داشتم، گوشت بادم جون و لپه خریدم، چند تایی مهمون داشتم، دادمش عروستون درست کنه، نرنگی داشتم ازه، آبرون رفت جلو هرچی مهمونه، هنوز سنم میلرزه. قیمه بادم جون روبه خوب میخواد، عطر فراوون طعم خوب میخواد، این روبه گوجه زرین تک مفید و سالم، چون کم نمکه، عطر رو ببین جون باقه فنکه، یعنی خورشت خوشمزه، فقط این روبه زرین و یکم گشته و باقیش کلکه. آره عزیزم، زرین توی روبا تکه، زرین توی دنیا تکه. روبه گوجه فرنگی زرین از همه‌مون در اکثر فروشگاه های ایرانی و اینترنشنال در امریکا و کانادا در دسترس شماست. محصولات زرین بی همتاست. Loan Depot is better than banks. That's right, I said it. Better than banks. Loan Depot is a direct lender, so you get faster approvals and faster closings, which means you start saving money faster. Refinance at today's low fixed rate, and with our lifetime guarantee, your rates will stay low. Because if interest rates ever drop, you can refinance with Loan Depot without any appraisal or lender fees. 1-800-482-5189.